ترور فخریزاده و هنیه و ضربه های امنیتی دیگر به جمهوری اسلامی نه فقط به تأسیسات و عوامل و متحدان بلکه به غرور آن هم آسیب جدی رسانده چنین وضعیتی به چه پاسخی علیه اسرائیل خواهد انجامید؟ سلام اخیرا یکی از تحلیلگران سیاسی در ایران گفت اسرائیل چه کاری در ایران میتوانست بکند که نکرده برآورد عمومی کمابیش همین است و تصور رایج این است که اسرائیل دکترین امنیتی ایران را به کلی ناکام گذاشته برای یک نظام مغرور که میگوید ضرب ناپذیر است و الهی است این وضعیت حیثیت زداست پیداست که موشک های گهگاهی از جانب ایران و متحدانش و حملات در اینجا و اونجا به کشتی های تجاری نتوانسته تغییر اساسی در این معادله و در اعاده امنیت داخلی نظام اسلامی ایجاد کند. آیا برای تغییر بنیادی این شرایط ایران ممکن است گام هسته ای را در دستور کار قرار دهد و برگیر رو کند که اسرائیل و حامیانش در غرب را در شرایط ناچاری مسلم قرار دهد این سوالی است که با مهمانهای این هفته در میان میگذاریم رضا، عزیزی پژوهشگر مطالعات بین‌الملل در نهاد یا مؤسسه بین‌المللی علم و سیاست در برلین و روزا پرتو تحلیلگر مسائل سیاسی اسرائیل و خاور میانه ساکن لندن در حال حاضر خیلی خوش آمدید آقای عزیزی شما با این تصور عمومی که در مقدمه گفتم در مورد معادله متوازن امنیتی بین ایران و اسرائیل موافقید بله به نظر میرسه که به خصوص چند ماه گذشته از زمانی که جنگ در غزه شروع شد و مداخله در واقع متحدین ایران در این شبکه به اصطلاح محور مقاومت در حمایت از حماس آغاز شد و بعد سطح درگیری با اسرائیل افزایش پیدا کرد هر چه که میگذره به نظر میرسه که با وجود اینکه ایران میخواست که دام از دامنه درگیری دور بمونه به این درگیری کشیده شده و گزینه هاش هم محدود هست من اجازه میخوام برای اینکه بحث رو در واقع چارچوب بندی بهتری داشته باشیم از اشاره که شما داشتید به موضوع دکترین امنیتی استفاده بکنم و اینکه چه تأثیری این تحولات احتمالا گذاشته باشه بر تفکر سیاسی و نظامی در ایران خب اساسا ما زمانی که از دکترین نظامی صحبت میکنیم تحت تاثیر دو عامل دکتر نظامی هر کشوری میشه گفتش که تعیین میشه یک عامل ادراکی هست و یک عامل مادی عامل ادراکی برمیگرده به چیزی که به عنوان ادراک تهدید ازش یاد میشه یعنی اینکه یک دولت رهبران یک کشور تصورشون از تهدیداتی که علیه منافع و امنیت ملشون وجود داره چی هست عامل مادی بحث در واقع قابلیت ها و توانایی هایی هستش که در عمل در اختیار بله. بله بحث مقدورات و محظورات کجا میتونن که یک اقدامی رو انجام بدن و به چه صورتی میتونن این رو انجامش بدن خب در مورد ایران ما الان که صحبت از امکان تغییر دکترین امنیتی و نظامی میکنیم باید این توجه داشته باشیم که دکتورین نظامی ایران اساسا تحت تاثیر جنگ هشت ساله با عراق شهر گرفت یعنی جنگی که به لحاظ ادراکی این باور رو به وجود آورد که ایران در یک محیط آشوبناک و ناامنی در منطقه خاورمیانه قرار داره که در اون همسایگان قدرتمندش هم میتونن براش تهدید باشند و این همسایگان در حمایت قدرت‌های بزرگ رو در واقع از خودشون دارند، به خصوص آمریکا اینجا تاثیری که می‌ذاره روی دکترین امنیتی این هستش که ایران به قابلیت‌های خودش نگاه می‌کنه و می‌بینه که به لحاظ توانایی‌های نظامی برای مقابله با این تهدیدات در یک شرایط نامتقارنی قرار داره و به این خاطر هست که رو میاره به چند تا فاکتور که شروعش بحث از یک طرف شبکه پراکسی ها یا نیروهای نیابتی هست و نیروهای موشکی برنامه موشکی و بعد حالا بحث پهباد و این هم بهش اضافه میشه خیلی خلاصه اگر که بخوام عرض بکنم این در چارچوب یک مفهومی صورت بندی میشه با عنوان بحث بازدارندگی نامتقارن بله. که ترکیبی از اون دو هست منتها مسئله که هست اینه که ماهیت تهدیدات طی این چهل سالی که از زمان جنگ میگذره تغییر کرده بخوز در سالهای اخیر دقیقا میشه گفتش که در یک سال اخیر از زمان جنگ در غزه این روی ادراک تهدید ایران تاثیر گذاشته یعنی چی؟ یعنی اینکه قابلیت های ایران که خب کم نشده شاید بیشتر هم شده باشه از لحاظ به خصوص برنامه موشکی اما مشخصا زمانی که بحث فاکتور اسرائیل به وسط میاد مشخص شده که این شبکه نیروهای نیابتی و حالا شرکا و متحدین نتونسته که جلوی اسرائیل رو بگیره برای اینکه در داخل خاک ایران بخواد عملیات انجام بده انتخابای ایران چیه در شرایطی که به گفته شما از نظر ادراکی این دکترین امنیتی دیگه عمل نمیکنه خب همین دقیقا این مقدمه رو اشاره کردم بله. که به همینجا برسم بحث اصلی این هستش که ماهیت تهدید تغییر کرده با اون چیزی که ایران دکترین نظامی و امنیتیش رو بر اساس اون آماده کرده بود ماهیت تهدید فعلی یک تهدید هستش که اساسا در واقع سرشت اطلاعاتی داره و در داخل خاک است قبل از این تمام این شبکه نیروهای نیابتی و همینطور موشک ها و اینا با هدف این بود که در چارچوب اصطلاحا دفاع رو جلو و در راستای توسعه عمق استراتژیک ایران عمل بکنه یعنی چی یعنی که تهدیدات رو از مرزهای ایران دور نگه داره دلی. حالا مشخص شده که تمام در قلب, در قلب تهران در داره عملیات آه. انجام میشه و اتفاقاً اون ماهیت نامتقارن اینجا به کار نمیاد چون موشک اگر که بخواد مثلا ایران استفاده استفاده کرد مون استفاده دوباره از اون خطر کشوندن کشور به جنگ رو داره و دقیقا اثر عکس خواهد داشت به این خاطر این احتمال وجود داره که ایران حرکت بکنه به سمت بحث در واقع تغییر دکتری نظامی خودش در قالب گنجوندن بازدارندگی هستی. حالا بازدارندگی هستی به شکل‌های مختلف میشه بهش فکر کرد خود سلاح ممکنه باشه بحث آستانه هستی باشه حالا میشه در باشه تفاوت اینها رو در ادامه برنامه میتونید توضیح بدید شما خانم پرتو فکر نمیکنید با با به این صحبت هایی که آقای عزی کرد اقدامات اسرائیل که میتونه ایران رو به سمت همین برگ هستهی تسلیات ای ببره و در ظاهر این چیزی نیست که اسرائیل میخواد و اسرائیل میخواد تنها قدرت هسته ای این منطقه باشه ولی این نوع تهدیدهای امنیتی باعث ممکنه بشه که ایران دکترین امنیتیشو رو تغییر بده و بره به سمت هسته ای ببینید اولا من باید یک مسئله رو اشاره بکنم که بسیار مسئله مهمی هستش مسئله که من در اینجا مطرح میکنم از نگاه در واقع اسرائیلی ها و دولت اسرائیل هستش از نگاه اونها جمهوری اسلامی ایران تنها تهدید امنیتی و موجودیت کشورشون هست بنابراین تمام تلاششون رو میکنن که بخوان این جلوی در واقع پیش برد و پیش رفت دستیابی به سلاح هسته جمهوری اسلامی رو بگیرن همونطوری که خودتون در ابتدای برنامه اشاره کردید در واقع کشتن دانشمند دانه هسته ایشون یا اینکه حتی فرماندهان سپاهشون در, 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 کشورهای دیگر در سوریه بنابراین برای دولت اسرائیل و برای کشور اسرائیل آنچه را که مهم است بازدارندگی ایران از دستیابی به سلاح های هستی است یعنی هر آنچه که به گفته ای اسرائیلی ها معتقدند که ایرانی ها میخوان نشون بدن جمهوری اسرائیل میخوان نشون بده در منطقه قدرت اول هست و در منطقه حرف اول رو میخواد در خاورمیانه بزنه بنابراین این مسئله ای که ایران در حال حاضر البته معلوم نیست از نظر اونها هنوز مشخص نیست که ایران، نه از نظر اسرائیلی ها حتی از نظر اروپا و ایالات متحده مشخص نیست که ایرانی ها در چقدر پیشرفت کردن چقدر نزدیک شدن اما مسئله مهم اینجاست که یک چالش بزرگی برای اسرائیل هستش چالش بزرگی که تا دیروز اگر فکر میکردن جمهوری اسلامی یک دشمن قوی نیست و میتونن باهاش مبارزه بکنن حتی اجازه ندن که پاش رو فراتر از مرزهای اسرائیل بگذاره امروز ما داریم میبینیم که تمامی اون بحثا کنار گذاشته شده و اسرائیل با یک چالش بزرگ رو چالشی بله. که در واقع نشون میده جمهوری اسلامی صاحب تسهیلات نظامی پیشرفته شده حالا بله. سوال این است که عملکرد دولت و ارتش اسرائیل از جمله دستگاه اطلاعاتیش دیگه و سرشاخهای اینها در منطقه در ایران هم این باعث شده که اسرائیل به این هدف یعنی دور نگه داشتن جمهوری اسلامی از سلاح هستی برسه یا نه؟ عکس این عمل شده من, ف... من فکر می کنم که در واقع از همون ابتدا به گفته اسرائیلی از همون ابتدا جمهوری اسلامی میخواد که صاحبه با توجه به اینکه گفتش که میخواد در واقع انرژی اتمی رو اتمی رو سرجویانه استفاده بکنه میخواد که در واقع نزدیک بشه به دستیابی به سلاح هسته چقدر اسرائیلی ها در این نقش مؤثر بودن بی تاثیر نیست خب اسرائیلی ها هم سالی فکر میکنید ایران به این سمت میره فارق از اقدامات, اسرائیل. اقدامات اسرائیل, اسرائیل هر آنچه که در خاک ایران انجام میده حتی خرابکاری هایی که در تاسیسات نظامی و منتسب به اسرائیل هست ما که میدونیم هیچ وقت اسرائیل این مسئولیت رو به عهده نمیگیره فارغ از همه این حملات از نظر اسرائیلی ها جمهوری اسلامی این تصمیم و این هدف رو داره برای بازدارندگی تهدید اسرائیل و ایالات متحده در منطقه بنابراین هر آنچه که بخوایم بگیم اسرائیلی ها معتقدن به این مسئله که جمهوری اسلامی چه با در واقع رست کردنشون بله. که کاملا اوضاع ایران رو به خاطر بای امنیتی بزرگی که جمهوری اسلامی داره دارن بررسی میکنن در جلسات مهم امنیتی جمهوری اسلامی اسرائیل آگاه هست میداند که دانشمند هستی است از کدام منطقه به کدام منطقه میرود بله بله. میداند که میهمانی که به جمهوری اسلامی در کجا سکونت دارد بله. به همین خاطر این مسئله مسئله هستش یک تهدید هم برای جمهوری اسلامی محسوب بند. میشه بند. خب میشه گفت چه با در واقع عملیات هایی که منتصب به اسرائیل هست چه تفکری که اسرائیلی ها دارن جمهوری اسلامی در این مسیر قرار گرفته برای بازدارندگی بند. حملات بعدی شما گفتید که با تعجب ناکامی دکترین امنیتی ایران و شرایطی که الان در حال حاضر برای ایران نامتوازنه ممکنه به سمت کارت هسته ای پیش بره بعد گفتید اما این میتونه اشکال متفاوتی داشته باشه منظورتون چی از این اشکال متفاوت به خاطر اینکه چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ سیاسی تصمیم برای ساخت سلاح هسته ای خب یک پروسه هستش که خب طبیعتا زمان بر است ما بعد اول ببینیم که ایران الان در کجا قرار داره و بعد میشه یعنی ارزیابی کرد که به کجا میتونه بره یه فاکتور مهمی که اینجا باید در نظر گرفت که این صحبتی هستش که آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا همین چند هفته پیش داشت که در نتیجه خروج ایالات متحده از برجام و اینکه ایران خودش رو از غیید و بندهای برجام آزاد دید الان ایران در شرایطی هستش که ظرف مدت یک تا دو هفته میتونه اورانیوم در واقع غنی شده بر، یعنی در سطحی که نیازمند نیاز هستش برای صلاح هستی و به میزانی شبسته. که برای یک سال هسته نیاز هست این رو داشته باشه این اصطلاحا با عنوان زمان گریز هسته ای ازش یاد میشه یعنی زمان گریزی که بر اساس برجام قرار بود یک سال باشه الان حدود دو هفته است طبق گفته و مقامات آمریکایی مونتا برای ساخت صلاح هسته یه سری فاکتورهای دیگه لازمه مهمترینش به لحاظ نظامی بحث موشک هست که اینو بتونن به اصطلاح دیلیورش بکنن کلاهک هستی هستش و ساختار فرماندهی و کنترل هستی ایران مشکا رو داره در مورد کلاهک هستی تحقیق و توسعهش من شخصا اطلاعی ندارم در چه مرحله هست منتها ساختار فرماندهی و کنترل این هنوز به اون شکل تا جایی که میدونیم شکل نگرفته حالا برای اینکه این اتفاق بیفته خب طبیعتا ایران نیاز هستش که ابتدا مثلا اگه بخواد سلاح هستی رو به صورت فعال بسازه و تست بکنه بعد اول از معاهده عدم اشراق خارج بشه و بازرسان رو بیرون بکنه به همین خاطر قدم اول به نظر من این نخواهد بود قدم اول اگر که ایران بخواد از سطح فعلی فراتر بره این هستش که سطح اورانیوم رو برسونه به سطح اصطلاحا آستانه ای در اونجا نگه بداره و همزمان بقیه تجهیزات لازم رو هم آمده. در واقع آماده بکنه این رو بهش میگن که در واقع توانایی آستانه ای هستی این سناریوی دوم این سناریوی بله دوم هستش و یک حالتی هم هستش که ایران همین الان درش قرار داره به بل... لحاظ فنی بعضی از کارشناسان هسته معتقد هستن که ایران همین الان هم یک دولت آستانه ای هست منتها ابزاری که الان داره بیشتر در شرایطی براش کاربرد داره که بخواد از این به عنوان یک ابزار چانه زنی در مذاکرات استفاده بکنه که مثلا سطح غنی سازی رو حالا تا حدی کنترل بکنه یا جنبه های دیگر رو توسعه نده و اینها من فکر میکنم که الان یکی از این سه حالت رو که ایران همین الان داره حرکت بعدی احتمالا رسیدن به توانایی آسانه کامل باشه بله و منظور شما این است که رسیدن ایران به مرحله ای که قنیصازی بندزه بله. کافی انجام داده و فقط باید این اجزای مختلف بله. رو به هم وصل کنه یک قدم دقیقا یک قدم پیش از ساخته بوم بحث تجهیزات نظامی اگر بخوایم بهش فکر بکنیم که بله از نظر اسرائیلی ها واقعا پیشرفته شدن بحث دیگرش نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه نفوذی که در لبنان داره نفوذی که در یمن داره نفوذی که در سوریه داره نفوذی که در عراق داره یعنی در واقع در حال حاضر اسرائیل از چندین جبهه جنگی داره میجنگه باهاشون آقای عزیزی میگه اما این عملکرد پراکسی ها نتونسته اون چیزی که ایران میخواد رو تأمین بکنه به خصوص از هفته اکتبر به این سو برای اینکه ایران در امنیت داخلی خودش خلال های جدی میبینه که ناظر اینم هست که این در معرض دید عمومی قرار گرفته در جهان اسلام راجب که هنیه در قلب تهران ترور میشه چی خواهند گفت و این برای سران ایران تا حد زیادی واقعا رسوایی دیگه که به این سادگی آدمهای مهمشون متحدان مهمشون ترور میشن این پراکسیا ممکن عمل کرده دیگه داشته باشن ولی در این زمینه انگار یه شرایط فوق العاده نامتوازنی برای ایران ایجاد شده بله در زمینه ای که میبینیم نفوذ پیدا کرده شبه نظامیانش در حال حالا دارن با اسرائیل می‌جنگن جنگیدن اسرائیل با شبهنظامیان نظامیان به معنای جنگیدن اسرائیل با جمهوری اسلامی است همونطوری که دولت اسرائیل میدونه جمهوری اسلامی دیگر دشمن ضعیفی نیست مردم اسرائیل هم بر این باور هستن <applause> که جمهوری اسلامی یک دشم... ایران یک دشمن بسیار قوی هستش در نزدیکی مرزهای اسرائیل بلده. که اکنون وارد مرزها شده اتفاقی که 7 اکتبر افتاد اتفاقی که حمله پهبادی یا موشکی که جمهوری اسلامی از خاک ایران به،, به اسرائیل انجام داد بنابراین ما نمیتونیم در واقع این نگرانی مردم رو در سطح جامعه نادیده بگیریم هر لحظه آنها نگران هستند که جنگ بزرگی اتفاق این بیفته. که ایران گفت فقط اهداف نظامی رو در اون عملیات مد نظر قرار داده و به تأسیسات غیر نظامی موشکی پرتاب نکرده هرچند خب بیشترین درصد این موشک به زمین نرسید این خیلی اطمینان خاطری نداده به اسرائیلی ها نه؟ آنها باور ندارند که جمهوری اسلامی وقتی صدها پهباد رو در آسمان پرتاب میکنه این پهپادها هر کدومشون اگر به یک منزل مسکونی بیفته به یک آپارتمان به یک مدرسه اگر بیفته قطعا تلفات جبران ناپذیری خواهد داد نگرانی عمومی ها کی از چیه مردم چقدر جدی میبینن این امکان برخورد جدی نظامی رو بله این در حال حاضر ما یک دولت بسیار راستگرایی در اسرائیل داریم دولت آقای بنیامین نتانیاهو بنابراین هر لحظه امکان داره یک کارتی رو بکشه بیرون برای مردم یک سورپرایز بزرگ براشون باشه به همین خاطر آنها هر لحظه احتمال وقوع یک جنگ جدی رو خواهند داد اتفاقی که در شمال اسرائیل افتاد و بسیاری از در حال از شهروندان در مرز لبنان منازل و خانه هاشون رو ترک کردن و هنوز نمیتونن برگردن اونجا برای زندگی یا فرزندانشون به مدرسه برن خب تا چه حد حت حتی این جنگ میتونه از حزب الله شروع بشه شما در واقع تسلیحات نظامی حزب الله رو نباید دست کم گرفت یا نادیده گرفت آن هم برای خودش یک قدرتی است که در مرزهای اسرائیل هستش و بنابراین اسرائیل از چند جبهه در حال حاضر وارد جنگ شده این احساس محاصره شدن این احساس شدن نه فقط برای دولت اسرائیل حتی مردم اسرائیل هم نظر را احساس احساس باشه در با همین بحث چون بله. کاملا با موضوع ادراک تهدید که اشاره کردم مرتبط هست هم که اشاره کردم یعنی این ادراک تهدید در اسرائیل هم هست بله دو است و اینا روی هم تاثیر میذاره اون بحث خیلی جالبی هست چون میخواستم که در ادامه این موضوع اشاره بکنم ببینید شما اشاره کردید به بحث شبکه گروه نیابتی ایران و منم اون رو در شارشو به دکترین نظامی فعلی ایران بهش اشاره کردم ببینید درسته از 7 اکتبر تا الان ضرباتی که این شبکه به اسرائیل وارد کرده ضربات قابل توجهی بوده چه به لحاظ حیثیتی چه به لحاظ عملی منتها این اصطلاحی که حالا گاهن استفاده میشه که پیروزی در نبرد اما شکست در جنگ این چیزی هستش که ایران ممکن هستش که نگران باشه ازش به این خاطر یعنی که پیروزی در نبردی که هفته اکتبر بود بله ولی در بلند مدت ایران یک شرایطی رو میبینه که استرات نه تنها در شرایط فعلی نتونسته این شبکه امنیت داخلی خودش رو تأمین بکنه بلکه در بلند مدت ممکنه خود این شبکه در مجموع اعضای مختلفش یک به یک تضعیف بشه و به همین دلیل فکر و به همین ایران بخواهد بخواهد که باش. میتونه حاکی از ناکامی در دکترین امنیتیش تا این مرحله باشه در, در بلند ولی خیلی کوتاه ما بگید که ایران اگر بخواد به اون ای که شما میگید سرعت برسه یعنی آسانه قنیسازی کامل خلوص زیاد برای سلاح ای و بقیه اجزاش هم آماده باشه که اینو سر هم کنه گفتی سناریوی محتمله آیا یه فاکتور مهم رو در نظر نخواهد گرفت قربی ها به طور خاص آمریکا آیا منتظر انتخابات آمریکا نخواهد موند برای اینکه اگر ترامپ برگرده احتمالا ایران چنانچه چنین تصمیمی داشته باشه در تصمیمش مصمم خواهد شد که من همه اجزای هستی ای رو کنار هم داشته باشم برای اینکه از خط قرمز اگر خواستم ظرف یک هفته عبور کنم ولی فرض کنید ترامپ نشه ایران میخواد مذاکرات ادامه پیدا کنه و تا اون جایی که ممکنه تحریم ها رو برداره و چنانچه به سمت اون آستانه و خط قرمز بره خب این یک هزینه سنگینی در بر خواهد داشت دیگه من برداشتم این است که این اگر ایران بخواد به این سمت قدم برداره این اتفاق به صورت مرحله‌ای خواهد بود همونجور که عرض کردم حالتی که ایران الان درش قرار داره که به لحاظ فنی گفته میشه که عملا به صورت دو فاکتو در شرایط آستانه هست این رو من شواهد قرار این که میبینم به نظر میرسه که میخواد به عنوان کارتی در مذاکرات فعلا ازش استفاده بکنه صحبت ولی قدم رو فراتر از این نگذاره اینکه؟ بسته به اینکه چی بتونه به دست بیاره به نظر هم. صحبت های عراقچی چی که اخیرا داشت به نظر من خیلی مهم بود اینکه گفت ما برجام رو باید باز بکنیم بخشایش رو از نو مذاکره بکنیم این و تاریخش گذشته با... بود. بله این با اه این اه در واقع خط کلی سیاست ایران که ما باید برجام رو احیا بکنیم متفاوت است من به نظرم در شرایط فعلی ایران گزینه اولشون خواهد بود که از این توان آسانه ای از یک طرف و این پیروزی در نبرد که حالا در کوتاه مدت به دست آورده استفاده بکنه و بره به سمت اینکه امتحان بکنه یک توافق گسترده‌تری رو با آمریکا ولی اگر که نشد از این توان آستانه میتونه استفاده بکنه برای برداشتن یک قدم یعنی تلاش برای مذاکرات و برداشتن تحریم ها به موازات حفظ فقط تحریم ها نیست بر... چون بحث نظامی و امنیتی هست به نظر من اینجا ایران به این سمت خواهد رفت که یک توافق گسترده تری رو برای اولین بله. بار من فکر کنم این ایران هست که یک توافق گسترده تر منطقی میخواد, میخواد که شامل گارانتی باشه در مورد امنیت خودش که حالا خب مسیر دشواری هست اما فکر میکنم که قدم اول این شکل باشه بله خانم پرتو اگر ایران اعلام کنه که من در مرحله ای هستم که میتونم سلاح هسته ای رو عملی کنم به اون شکلی که آقای عزیزی میگن یعنی تمام عیزاشو داشته باشه و یه زمانی بگه که من از این خط قرمز عبور کردم و این رو اعلام کنه فکر میکنین واکنش اسرائیل چی خواهد بود شما که اظهارات مقام اسرائیل رو روز از پی روز میدونم دنبال میکنید و رسانه آرام میخونید ببینید در ابتدا اجازه بدین در پاسخ به این سوال شما من در رابطه با صحبت های این دوست عزیزمون بگم که زمانی که اتفاقا حمله 7 اکتبر شد چیزی که الان تحلیلگران نظامی اسرائیل هم برش بسیار معتقدن و میگن این هستش که این حمله 7 اکتبر و آشوب کشیدن منطقه یک فرصتی رو داره به جمهوری اسلامی میده که دور از چشم در واقع مقامات حتی یالات متحده و مقامات اسرائیل به دستیابی به سلاح هسته نزدیکتر نزدیک بشه یعنی توی این قیل و در این قیل ما بی خبر از در واقع به گفته مقامات اسرائیلی ما بی خبر از در واقع حرکات بعدی جمهوری اسلامی در پیش برد اهدافش بشیم و در, از در, در واقع درگیر جنگ منطقی خودمون باشیم و اگر این تحلیل درست باشه باید باید دولت اسرائیل تا یک که ممکنه باید سعی کنه به بحران غزه پایان بده برای اینکه بحران غزه به قول شما یه بهانه‌ای یک فضای مهالودی ایجاد کرده برای اینکه ایران برنامه‌هاش رو پیش ببره دولت اسرائیل از همان ابتدای 7 اکتبر گفت هر آن کس که عاملینش در این جنایت باشد رو در هر کجای دنیا دنبال خواهم کرد و مجازات میکنه ام. کاری که الان داره انجام میده یعنی ما داریم میبینیم از طرفی فرماندهان حزب الله یک فکر کشته دولت دارن میشن ناچار و... این وضعیت رو در غزه ادامه بده به خاطر اینکه یک مسئله ای رو شما فراموش نکنید آنچه چرا که من دارم میگم من به عنوان یک روزنامه نگار آنچه چرا که شواهد هست آنچه چرا که فکتیات موجود هست در رابطه با اونها صحبت میکنم جنگ مسئله خوبی نیست. از آن جنگ بسیار خانمان سوز است. چه برای شهروندان بله. اسرائیلی باشد، بله. چه برای غزه باشد. ولی آنچرا که به گفته ارتش اسرائیل ما دیدیم یا مدارکی که روی کردن اعضای حماس در میان شهروندان غزه هستند. بله. بسیاری از اعضای حماس در رفح هستند. بله. جایی که در ب... به هر حال میشه این مناطق غیر نظامی رو هدف قرار داد. ولی من بازگردم به سوالم. به گفته آقای عزیزی دو سیاست به موازات میتونه پیش بره یکی تلاش برای مذاکره با غربی ها برای یک طرح جامعه تری که جای برجام بگیره و در کماکان اینها غنی رو در حد خلوص بیشتر ادامه بدن برای روز مبادا در مقابل هر یک از این دو سناریو یکی اینکه مذاکرات به نتیجه نرسه و اون خلوص اورانیوم بیشتر به ایران از اون خط قرمز بیانجامه و دستیابی به صلاح هسته یا برعکس مذاکرات به نتیجه برسه و ایران به توافقی برسه فکر میکنید دولت اسرائیل اگر همین دولت یا با همین شمای کلی باشه چه واکنشی با نشون خواهد داد در هر سناریویی آماده هست تا جلوی در واقع حملات جمهوری اسلامی رو بگیره برای حسن. هر سناریوی آماده هست تا جلوی حتی, حتی هسته ای شدن جمهوری اسلامی رو بگیره اصلا یکی از آنطوری که ما در دکترین اسرائیل هم داریم میبینیم یکی از کارهای مهمی که دولت علل خصوص دولت نتانیاهو داره انجام میده در واقع نفوذی است که در خاک جمهوری اسلامی داره نفوذی است در... که در برای اینکه دریابه. دریابه برای اینکه ببینه در واقع جمهوری اسلامی مشغول چه هم... چه اهدافی قرب... هستش با غرب توافق برسه اسرائیل سیاست و کنونی و ادامه خواهد داد یعنی استفاده از رخنه موجود در دستگاه امنیت ایران برای ضربه زدن بهش ببینید ها... مسئله مهم ایالات متحده است <تص> حتی اگر جمهوری اسلامی با غرب هم به یک تفاهمی برسه آنچرا که در واقع دوست و هم پیمان اسرائیل میخواهد ایالات متحده است و ما باید ببینیم که روابط جمهوری اسلامی با ایالات متحده به کدام سو خواهد رفت اسرائیل گوش خواهد داد به ایالات متحده اگر ایران کنار بیاد نه به معنای اینکه گوش بده اما در بعضی از شرایط ناچار هستش که موازات با همپیمان خودش بری جلو در رابطه با جنگ هایی که اتفاق افتاد خب در بعضی از موارد حتی ایالات متحده یا آنتونی بلینکن هم خواستار پایان دادن جنگ در غزه بود و آتش بود و خب از طرفی ما دولت راستکرایی آقای نتانیاهو بیشتر بخواد گوش به, به حرف همپیمان خودش بدهد در کابینه در داره در واقع افراد کابینه خودش رو راضی نگه می‌داره ولیکن با وجود اینکه حتی اگر جمهوری اسلامی با غرب هم وارد مراوده و دوستی باشد و حتی به یک تفاهمی برسند مسئله مهمی که چه دولت نتانیاهو چه دولت بعدی که بیاید مسئله بازدارندگی جمهوری اسلامی از دستیابی به سلاح هسته جمهوری اسلامی چهار ده هست و این بازدارندگی جمهوری اسلامی بر نوع رابطه اسرائیل و آمریکا تفوق خواهد داشت یعنی هدف اصلی برای دولت اسرائیل با گفته شما چه نتانیاهو چه دولت بعدی اینه تا بارها ما دیدیم که در واقع دولت اسرائیل چه دولت نتانیاهو باشد چه دولت قبلی آقای لاپید یا بنت که بودن با ایالات متحده در بسیاری از موارد همسو نبودند بله. چیزی که برای در واقع سران و مقامات اسرائیل و برای کشور اسرائیل مهم هستش تنها چیزی که اونها میدونن تهدید جمهوری, بله. جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی میگن چهار ده هست ما رو تهدید میکنه موجودیت اسرائیل رو داره تهدید میکنه اگر به سلاح هسته دست پیدا بکنه احتمال اینکه یک جنگ افروزی هسته در منطقه و علل خصوص بلد. به خطر افتادن موجودیت اسرائیل باشه صورت خواهد گرفت شما در مورد واکنش احتمالی اسرائیل چی فکر میکنید هر یک از اون دو سناریویی که ازش صحبت شد یک رسیدن به توافقی با غرب دو نرسیدن به توافق و نزدیک شدن ایران به اون آستانه و گذر از اون خط قرمز و دستیابی به صلاح هسته ای واکنه اسرائیل در هر یک از این دو سناریو به نظر شما چه خواهد بود؟ ببینید هدف اسرائیل و آمریکا در بازداشتن ایران از دستیابی به سلاح هسته ای که یک هدف مشترک است همیشه همین بوده الان هم هست منتها بحث اینجاست که نوع نگاه اینها به شرایطی که ایران ممکنه که داشته باشه که به این صلاح دست پیدا بکنه و نوع نگاهشون به احتمال بایدواز اقدام پیش دستانه بله شه. این اینها متفاوت است این نکته اول نکته دوم در رابطه با بحث ترامپ من ضرورتا اومدن ترامپ رو به معنی از بین رفتن امکان توافق نمیبینم مهم. اگر که ما این رو فرض بگیریم که ایران این بار به دنبال یک توافق گسترده تر باشه اتفاقاً بعضی ها معتقد هستند که با ترامپ راحت میتونه این کار رو انجام بده به این خاطر که ببینید نکته جالب اینجاست که هم مقامات دولت فعلی آ بایدن هم ترامپ تنها چیزی که میگن این هست که ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه ببینید این حرف به لحاظ بحث تکنیکال خیلی مهمه چون قبل از این صحبتی که میکرد مثلا زمان اوباما قبل از برجام ایران نباید غنی سازی اصلا در خاک خودش داشته باشه بعدا به رسمیت شناختن ایران نباید بیش از 5 درصد داشته باشه الان حتی ترامپ داره میگه ایران نباید سلاح هستهی داشته باشه یعنی ترامپ میگه که من فقط نمیذارم که ایران به هستی خب این عملا به رسمیت شناخته شدن وضعیت آستانه ایران هست خب این خیلی نکته مهمی است که باید بهش توجه داشت و اگر سر این بتونن توافق برسن به نظر من چه ترامپ باشه چه هریس هیچ تفاوتی نمیکنه منتها من به نظرم حتی اگر که توافق صورت بگیره با هر کدوم از رؤسای جمهور اسرائیل قطعا به اقدامات ایزای خودش در ایران ادامه خواهد یعنی داد. در هر حال اسرائیل آه... به این شکل کنونی دکترین به... ایران رو به چالش خواهد کرد. اصلا همینطوره چون بقیه جنبه‌های تهدید که از بین نرفته با... ایران، گروه های ایران گروه‌های نیابتی و شرکای ایران اینا که از بین نرفتن در اسرائیل خانم پرتو ما میدونیم چه در ساختار سیاسی چه در سطح جامعه یک لایه قوی طرفدار مصالحه و کنار اومدن هست ممکن لیبرال نامیده بشه در داخل اسرائیل ممکن اسم دیگه بشه گذاشته اینها به اصطلاح بازها نیستند اینها میان رو هستند اینها تا چد میتونن اعمال نفوذ کنند تا چد حد دورنمایی این هست که اینها بتونن نظرشون رو قالب کنن یعنی بگن که به جای این جور ضربه زدن با به ایران که فضای انتقام جویی رو تشدید میکنه و در فضای انتقام جویی میدونیم میتونه در واقع احساسات قلبه کنه بر تصمیمات استراتژیک به جای این کار بیایم سعی کنیم مثلا از امکان توافق ایران و غرب استقبال کنیم که ایران کوتاه بیاد چنین گروه های در دولت‌های مختلف آدم‌هاش بودن ممکنه الان در دولت نتانیاهو نباشند. در رسانه‌ها بخصوص هستن و در سطح جامعه هم می‌بینیم دیگه نهادهایی که میان نه تنها از حقوق فلسطینی‌ها بلکه از امکان مصالحه با قدرت‌های منطقه‌ای اینها اینقدر الان نفوذ دارن که بتونن تأثیر بگذارن روی سیاست اسرائیل یا حتی یه روزی حرف اول رو بزنن یا نه خیلی دور این امکان من فکر کنم این اتفاق خیلی دور هستش یعنی حتی اگر ما برگردیم به قبل از دولت آقای نتانیاهو به دولت بنت هم نگاه بکنیم درسته در کابینه بنت افرادی هم بودن که خواستار در واقع نه به این اوضاع و شدتی که در حال حاضر هستش کمی آرامش کمی مصالحت به هر حال مردم اسرائیل نه میلیونی که اونجا دارن زندگی میکنن نیاز به یک زندگی آرام دارن مم. نیاز به یک آرامش دارن اما من در واقع این در شرایط کنونی, کنونی نمیبینم علل خصوص در حال حاضر خب آقای نتانیاهو در یک انتخابات ایشون نخست وزیر اسرائیل شدن دولت راستگرا که افراطی ترین دولت هم در حال حاضر هستش درسته که به اندازه در واقع دولت آقای بنت یا آقای لپید افراتی نیستن اما فراموش نکنید در دوران آقای در واقع بنت هم به تحسیصات هستهی. نظامی و هسته ایران در نتنز اسفهان هم حمله شد بلی. پس چیزی که در اینجا مهمه مسئله اینکه هر دولتی که باشد عرض کردم هر دولتی که سر کار بیاد دکترین امنیتیش در ارتباط با ایران تغییر نخواهد, تغییر نخواهد کرد تغییر نخواهد کرد چرا که آنها میگوین جمهوری اسلامی تنها تهدید موجودیت ما در تهدید وجودی است وجودی موجودیت, موجودیت ما به مهم اینجا من باید بپرسم شما مرتب میگید دولت راستگرا دولت افراطی نتانیاهو ولی به نظر میاد از سیاست چنین دولت راستگرا افراطی در قضیه دفاع میکنید این با اون تصویر کلی که شما در مورد دکترین امنیتی اسرائیل و نوع بازیش با ایران میگید تا چقدر میخونه یعنی من اتفاقا از جنگیدن با شهروندان قضیه دفاع نمیکنم خب طبیعی نمیگه با شهروندان قضی ولی من میخوام اشاره میشنگر. بکنم من اشاره بکنم به گروگان هایی که در حال حاضر شش گروگانی که کشته شدن این شش گروگان به گفته ارتش اسرائیل از پشت بهشون تیر خلاص زده شد و اعدام شدن اینها در رفع بودن گروگان فرهان که یک گروگان در واقع مسلمان اسرائیلی است یعنی دیگر یهودی نیست این گروگان مسلمان اسرائیلی هم در یکی از این تونل ها پیدا کردن بله. که جالب است که در یکی از مصاحبه هایی که ایشون داشتن اگر اشتباه نکنم با کانال کن اسرائیل گفته بودن که به من پیشنهاد دادن که ما رو ببر هر جا که یهودی هست به ما نشان بده و ایشون به یک مسلمان اسرائیلی هم هست و بهشون گفته من اگر بمیرم همین کارو نمیکنم منظور من اینجاست که یا حتی آن دختری که نواب به همراه چند گروگان دیگر توسط نیروهای نخبه نجات یافتند پس شما احتمالاً شهروندان برد. غزه بودن پس شما احتمالا با اون معترضان اسرائیلی که نتانیاهو رو هم در مرگ این گروگان های اسرائیلی مقصر میدونن موافق نیستید معتقد هستید که من موافق این مسئله هستم و معتقدم به همراه این خانواده های که شبان روز در خیابان های اسرائیل هستند معتقدم به هر قیمتی که شده با توجه به قانون دولت ملتی که در اسرائیل هست حتی اگر یک شهروند یک گروگان اسرائیلی زنده باشه در اونجا آقای نتانیاهو بایستی بپذیرن بله. شرایط حماس رو باید بپذیرن بله. شرایط حماس این بوده که کریدور فیلادلفی رو آزاد بکنه بله بله بله. و از اون در واقع نیروها رو از اونجا خارج بکنه حتی نه فقط خانواده های دادخواه بسیاری از مردم شهروندان اسرائیلی و, و حتی در واقع همین رهبران اپوزیسیون مهمانند بنی گنز یا لپید یا بنت و مهمتر از همه اینها وزیر دفاع اسرائیل وزیر دفاع اسرائیل آقای گالانت در یک در واقع جلسه ای که به همراهی آقای نتانیاهو داشتن به گفته معریف به گفته اسرائیل حیام و منابعی که در آنجا حضور داشتن بر سر یکدیگر فریاد می‌زدند که بایستی حتی اگر شده شما از آن شرایطی که گذاشتید خارج بشید و بلید. اونجا رو ترک بکنید بلید. که شاید ما بتونیم یکی از گروگان‌ها رو نجات بدیم بنابراین ما اگر حضور خب یکی از حضوری که در دلایلی که اونها در آنجا حضور دارن به گفته خود ارتش اسرائیل یافتن گروگان هاست و ما داریم میبینیم این گروگان های در منازل شهروندان یا در تونل ها هستند بله. متاسفانه تعداد اندکی رو تونستن زنده آزاد کنند و, و میدونید مسئله اینجاست که حتی اگر یک نفر هم زنده باشه به گفته آقای گالانت ما باید نجاتشون بدیم چون بله. هماس حماس بر این باور هستش هر چه ارتش اسرائیل به ما نزدیک تر بشه به تونل های ما نزدیک تر بشه گروگان هم سال نخواهند بود و باید شرایط ما رو بپذیره اگر تا دیروز شرایط کریدور فیلادلفی بود اکنون میگه باید بسا. تعداد زندانی های فلسطینی رو بیشتر بکنیم بیشتر بکنی. برگردیم به بحث اصلی آقای عزیزی یه نگاه دیگه در مورد دکترین امنیتی ایران هست که تو این برنامه نگفته مونده این نگاه میگه که ایران در هفته اکتبر ضربه اساسی زد به اسرائیل نیروهایی که متحد ایران هستن این بی سابقه بوده در تاریخ اسرائیل همونجور که شما گفتید اسرائیل محاصره شده توسط نیروهای متحد ایران بعض نتانیاهو در داخل اسرائیل خیلی بده و مجموعه اینها نه تنها شرایط نامتوازن به ضرر ایران ایجاد نکرده بلکه شرایط نامتوازن به سود ایران ایجاد کرده و به همین دلیل ایران در اسرائیل و نیازی نمیبینه به سمت سلاح هسته ای بره من یه نکته رو اشاره بکنم ابتدا خب شاید حالا لازم باشه اینکه صحبتی که می کنم برداشت من هست و تحلیل در واقع نه تجویز طبیعتا. و نکته‌ای که شما فرمادید رو من اشاره کردم اینکه حال ضربه ای که اسرائیل خورد در هفت دکتور واقعی هست و ایران این رو میبینه. اما در چارچوب همون گزاره‌ای که عرض کردم یعنی پیروزی در نبرد اما امکان شکست در جنگ میشه این رو مطرح کرد خاطر که ببینید بحث یعنی دکتری این شرایط کنونی که چنین تحلیلگری بن خواهد کرد فکر می‌کنید موقتیه و با... بله چون ببینید موضوع دکتری که مطرح میشه حالا اتفاقاً واژه خوبی هم جایگزین گذاشته, گذاشته فرنگستان راهنامه بله این عنوان اس... در واقع رهنامه که مطرح میشه در واقع یک روی کرد بلند مدت هست شما ببینید من اشاره کردم دکترین نظامی که تا الان پا بوده از زمان جنگ اراق هست ما بحث یک سال و دو سال حتی پنج سال و ده سال نیست اه. این چیزی هستش که میتونه هدایتگر یک کشور باشه تگ چندین دهه مگر اینکه اون دوتا عامل که ارز کردم عامل ادراکی و یا عامل مادی تغییر بکنه خب حالا گذار جمهوری اسلامی هم به نظر من این روی کرده بلند مدتتر رو می بینه همونجور که عرض کردم ببینید یه مثالش رو بزنم خدمتون که خیلی روشنتر بشه بحث در سوریه خب ایران سالها از زمانی که ورود کرد برای کمک به بشار اسد دست کم از سال 2017 زمانی که مرز قائم بوکمال در مرز عراق و سوریه رو تصرف کردن شروع کرد به توسعه نفوذ خودش در دیر زور، در غنگتره در اطراف جولان و اونجا پایگاه خودش رو در واقع تاسیس کرد اسرائیل چیکار کرد در چارچوب دکترین در واقع یا استراتژی جنگ در میان جنگ ها شروع کرد ایران رو هدف قرار دادن منتها بعد از 7 اکتبر در نتیجه همین ادراک تهدیدی که اشاره کردند در سطح در طرف اسرائیل افزایش پیدا کرده شروع کرد اصطلاحا بکاپ ایران رو در سوریه زدن دیگه بحث این نبود که یک محموله ایران میرسه ما این رو هدف قرار بدیم بله. شروع کردن با زدن آقای رزی موسوی کی بود آقای رزی موسوی مسئول لوجستیک ایران در سوریه بود و کل شبکه محور مقاومت بعدا در حمله به کنسولگری در اول آوریل فرمانده اصلی رابط ایران با حزب الله رو زدن یعنی چیزی که سیاست گذار ایران مثلا در سپاه یا در شورای عالی امنیت ملی ایران میبینه این هست که اسرائیل از همین الان شروع کرده پشتوانه این شبکه ایران رو خالی کرده در, کردن. در دراز و در دراز با این مدت این ببینید چون یک فاکتوری هست من دیدم در تحلیل ها بعضا بحث فرسایش مطرح میشه خب اینکه الان یک وارد یک جنگ فرسایشی شده اسرائیل اما فرسایش که اسرائیل درگیر شده در تکنولوژیک و بحث نظامی هست اما در طرف ایرانی در طرف محور مقاومت صلاح بگیم این نیروی انسانی هست که داره از بین میره و جایگزین کردن نیروی انسانی بسیار دشوار هست ام. حالا خود ایران که اینجا مطرح میشه نتیجهش این هست که در بلند مدت این شبکه دیگر اون کارایی که همین الان در این چند ماه نشون داده رو احتمال زیاد نشون نخواهد داد و اینجاست که ادراک تهدید تغییر میکنه و به طبع اون احتمالا دکتره فکر میکنید به این ترتیب به این تصور که ایران احساس پیروزی میکنه حتی اگر چنین هم باشه این موقت خواهد بود و این فرسایشی که دراز مدت مینامید وا میداره رهبران ایران رو به تغییر دکترین نظامی امنیتیشون من چقدر این امکان اینکه ایران از خط قرمز بگذره و دکترین امنیتی نظامیش رو به کلی به یک چیز دیگه تبدیل کنه و این رو بذاره رومیز میز به غربیا بگه به اسرائیل بگه در واقع در شرایط اقدام انجام شده قرارشون بده تحت تاثیر زبانی است که با زبان رهبران ایران شبیه منظور خودم اگر روشنتر بخوام بیان کنم هم از جانب اسرائیل هم از جانب ایران زبان زبان انتقام یعنی اگر هر دو این زبان نتانیاهو و رهبر اینان شما ترجمه کنی بذاری به انگلیسی روی یه میزی به یه کسی بگه بیاد به خونه میبینی که چقدر شباهت ها زیاده فکر نمی چه این چیزی هست این زبان انتقام و این حس قربانی شدن در هر دو سو داره به نمایش گذاشته میشه و این اوزار رو بدتر میکنه و نمیبره به اون سمتی که دولت یا جامعه اسرائیل میخواد بلکه برعکس نتیجه خواهد داد ببینید دیگر بحث زبان نیست بحث اون مونولوگ و دیالوگ بین این دو دولت نیست دیگه وارد عمل شدن ما داریم میبینیم که اگر در ابتدا های از هر دو سو اه. هم از توی اسرائیل هم از سوی جمهوری اسلامی میشد دیگر بحث از زبان گذشته و وارد عمل شدن یعنی همون هفت اکتبر دیگر زبان نبود دیگر یک تهدید جدی شهروندان اسرائیلی بود ام. بیش از هزار نفر بعد از هولوکاست این دومین برد. در واقع جنایت بود است که در شاید که ما این فجایع رو می‌بینیم دیگه این تقابل زبانی نتیجه کشتن فر که گفتم کشتن فرماندهان جمهوری اسلامی کشتن ام. دانشمندان جمهوری که منتسب باز به اسرائیل هستش دیگر کار زبان نیست ام. این دو در یک مسیری قرار گرفتن که اسرائیلی ها معتقدن هر لحظه امکان داره جمهوری اسلامی ام. این برگ برنده رو میز بگذاره و بگه من دست پیدا کردم به صلاح هسته ای ما باید جلوش رو از هر قیمتی که شده بگیریم هر دولتی که روی کار بیاد موجودیت ما به خطر میفته از طرف دیگر هم جمهوری اسلامی خواهد گفت تا زمانی که این خلای امنیتی رو در ام. کشور داریم بنابراین باید یک بازدارندگی در منطقه رشته داشت. باشه منظور شما رو میفهمم در واقع شما میگید این زبان انتقام جویانه این حس قربانی بودن که مملو میکنه از هیجان و احساسات بیانات هر دو طرف رو این پیامد تقابلی است که ما میبینیم و فجایعی که آفریده میشه سوال من اون وقت این است که خود این زبان کمک نمیکنه که این فجایع به بار بیاد چرا وقتی احمدی نژاد در اون دوره ای که تازه به قدرت رسیده بود میاد راجع به اسرائیل به اون شکل صحبت میکنه تمام دنیا میگه این وضعیت رو بسیار بدتر خواهد کرد که کرد روابط ایران و غرب رو تخریب کرد چون وقتی از سمت دیگه چنین زبانی به کار میره ما دیدیم در صحبت های اعضای کابینه نتانیاهو صحبت این بوده که ایران رو از بین خواهیم برد ایران رو چنین خواهیم کرد ایران رو چرا اونجا فکر نمی تاثیراتش تأثیراتش میتونه نمیتونه مخرب باشه به دوران احمدی نژاد هم که خودتون اشاره کردید احمدی نژاد ز... در تمه تاریخ بعد بگم جمهوری اسلامی ضربه بسیار بزرگی زد انکار هولوکاست بود بله. انکار هولوکاست دادن یک برگی برنده در دست اسرائیل بود یعنی خود جمهوری اسلامی آمد یک برگی یک چک سفیدی رو امضا کرد و در دست اسرائیل گذاشت دوران احمدی نژاد دوران سخت و حالا به هر حال یک افتضاح سیاسی ایرانی بود اما اگر ما بخوایم با توجه به سوالی که شما از من پرسیدید در این باره در رابطه با دولت مردان اسرائیلی ما بخوایم بگیم اسرائیل هرگز حمله نظامی به خاک ایران بله حملات نظامی به تاسیسات نظامیش کرده بله. حملات نظامی به تاسیسات هسته ایش کرده بله هیچگاه یک شهروند عادی که ایرانی باشه هیچ وقت خونی از دماغش نیومده بله الان بله. شاید شما بگید که دانشمندان هسته ایش رو کشته یا بگید فرماندهان بله. نظامیش رو در سوریه از بین برده هر آنچه که موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه از جلوگیری خواهد کرد بله آقای عزیزی خیلی کوتاه قبل از پایین برنامه بگید که این میشه گفت روی کرد ایران به آخرین اقدامی که ما از جانب اقدام مهمی که از جانب اسرائیل گفته میشه اسرائیل دیدیم یعنی ترور هنیه اگر ایران دست نگه داشته فکر میکنین این در تایید اون تحلیلی است که شما دارید میدید که ایران به یک بازدارندگی نهایی به یک برگ برنده نهایی فکر میکنه ممکنه اون رو عملی نکنه اما میره تا آستانش و به هم دلیل واکنش ناگهانی نشون نداد به ترور هنیه من به نظرم این میتونه یکی از حلقه های زنجیری باشه که در نهایت اون تحلیل شما رو بله اون باور رو و اون ادراک رو شکل بده مثلا در مورد این موضوع خاص به نظرم فاکتورهای دیگه هم هست مهمتر از همه این هستش که در شرایط فعلی مقایسه بکنیم با حمله ایران به اسرائیل در 13 آوریل حمله گسترده موشکی و پهبادی اون موقع باور طرف ایرانی اونجوری که از بیانی ها و اصحارات برمیاد این بود که اسرائیل در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق اشتباه محاسباتی کرد و ما باید یک واکنش گسترده ای رو نشون بدیم که اسرائیل دیگه این کار انجام نده این بار تفاوت اینجاست که ببینید دو تا تفاوت هست یکی این که خب نشون داد که اون اقدام بازدارنده نبود اسرائیل دوباره این کار انجام میده در خاک ایران در تهران هم انجام میده نکته دوم این هستش که این باور وجود داره و به نظر من درست هم هست که این بار بحث اشتباه محاسباتی نیست این بار انداختن توپ به زمین ایران هست که اگر ایران واکنش نشون بده اسرائیل آماده یه پاسخ گسترده هست اما به همین دلیل ایران دست به همین خاطرشون میگم هدف نهایی باز این هستش که نمیخواد جمهوری اسلامی نمیخواد وارد جنگ بشه به خصوص در شرایط اقتصادی سیاسی و فعلی و فکر می کنم در لاستش به معنی این نیست لزوما که اقدامی, نکنه. اقدامی نکنه. چه نکنه. بسا تا زمان این که این برنامه هفته اینده پخش میشه اقدامی بشه ان نشه بله خیلی کوتاهید خیلی کوتاه اجازه بدید من با درباره صحبت‌های شما میگم شما فرمودین که جمهوری اسلامی نمیخواد وارد جنگ بشه جمهوری اسلامی در حال حاضر داره با اسرائیل میجنگه همون طوری که نیابتی‌هاش دارن با اسرائیل میجنگن به نه, نه جنگ مستقیم منظورم است. من اشاره کردم به اینکه اون شبکه‌ای که ایران منعقد میکنه از 7 اکتبر وارد این جنگ بوده ایران بنای این شبکه رو برای این مبنا گذاشت خودش مستقیما از ایران داشتیم یعنی اگر در واقع دولت اسرائیل و کشور اسرائیل اون تجهیزات نظامی رو نداشت این همه موشک و هایی که در آسمان اسرائیل بودن بله. اگر در واقع دفع نمی‌شدن به منجر به یک جنگ خونی نمی بله. نمی‌شد بله بله نتیجه میتونیم برسیم که فکر می‌کنم هر دو موافق باشید اونم اینکه هر دو حکومت من نمیگم دولت مخصوصا چون هر دو سیستم سیاسی فولاد پیچیده هستند در اسرائیل کابینه نتانیاهو نتانیاهو هم در رأسش نباشه کابینه مشابه خواهد بود در ایران هم میدونیم که قدرت واقعی در دست که هر دو حکومت احساس میکنن سطح فعلی که در بازدارندگی دارن پیش میبرن کفایت نمیکنه و طرف مرتب داره قدرتمندتر میشه و این شرایط خطرناکی ممکنه ایران رو به سمتی که شما میگید و اسرائیل هم شما معتقد آماده است که هر گونه واکنشی که فکر میکنه به صلاحش هست در تامین امنیتش هست رو نشون بده اگر اشتباه نکنم این چیزی که شما موفق هستی درست بله ببینید مخفی کاری هایی که جمهوری اسلامی داره میکنه در در اهداف در پیشبرد اهدافش که حتی بارها جلوی در واقع بازرسی آژانس با رو با گرفت باعث میشه که اسرائیل فکر کنه این سطح بازدارندگی کافی نیست باعث میشه که در واقع اسرائیل این خطر رو این تهدید رو بیشتر بدون از طرف جمهوری اسلامی بله شما می‌خواستید یکی دو تا آره عرض کردم که اون اقدامی که ایران انجام داد اتفاقا نشوندنده دهنده محدودیت‌هاش هست به این خاطر که اقدام اقدامی اقدام اقدام. که حمله ای که انجام داد ده. علیه اسرائیل به این خاطر که همونجور که عرض کردم ماهیت اقدامات اسرائیل ماهیت اقدامات دقیق اطلاعاتی بوده و تارگت بوده ولی ایران چیزی به جز موشکهاش و هاش در اختیار نداره البته این, این منابی... مونا... نافی حرف شما نیست از اینجا البته... عرض می‌کنم که الب... دلیلش به این شکل البته منابع میگن آقای عزیزی که اون تعداد های ایران که اصابت کرد و به زمین رسید اسرائیل بیش از اون چیزی بود که ارتش دولت اسرائیل میگن بله اینم گفتید بل بل. یعنی اون حملات موشکی کاملا در واقع خنسا نشد بسیار خوب خیلی ممنونم به آخر پرگاری این هفته میرسیم تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمان های برنامه حمید رضا عزیزی و رضا پرتو. یکی از پیام هایی که به ما رسیده از آقای علی پاینده جهرومی است در ایمیلی ایشون نوشته ضمن تشکر از پرگار که نمونهش در برنامه های ایرانی چه خارج و چه داخل نیست خیلی ممنون زمنان آقای جهرمی بابت این تشویق ایشون ادامه داده بارها شخصیت های تاریخ اسلام مثل عمر یا محمد یا علی را تحلیل کردید که البته بسیار هم جالب و آموزنده بود اما ایک شخصیت‌های شخصیت های تاریخ ایران پیش از اسلام و آنها که چالش انگیز هستند را هم تحلیل کنید مثل کوروش خسرو پرویز ایشون یکی ای دو اسم دیگه هم برده خیلی ممنون آقای جهرومی بله سایمون رو می‌کنیم در مورد چهرهایی که برای مخاطبین اهمیت دارن و حدی از اطلاعات در موردشون موجوده بحث ثبت خواهیم کرد ضمنا در مورد منشور کورش بحثی داشتیم و جوانب مختلف کورش تاریخی و دلیل اسطوره‌ای شدنش رو بررسی کردیم توی آرشیو برنامه هست روز شب بر همه شما خوش